سلام، من روژن بیگدلو هستم، 11 سالمه از قزوین. اینکه بتونم مردم رو بخندونم، بتونم با این 5 دقیقه استندآپم لبخند بیارم رو لب مردم تا بهترین جای بازیگری، اینکه به من رأی بدن تا بتونم تو بازیگری موفق بشم. سلام، من روژن بیگدلو هستم، 11 سالمه. میخوام که استندآپ براتون اجرا کنم. تابستان خود را چگونه گذراندید؟ به نام خدا، توی تخت، زیر پریز، کنار شارژر. البته اندرام خشک خالی نبوده، چون من برای خودم قوانین داشتم. اینکه من به یه چیزی نیاز دارم و اون چیز از من دور بود، دیگه به اون چیز نیاز نداشتم. دو، اگر به چیزی دستم نرسید، پام به اون میرسم. سه، اگه چیزی پشت تخت افتاد، مفقود الاثر شد و دیگر وجود ندارد. چهار، بیدار شدن قبل از ساعت 12 حرام است. نکته، خرگوش بالا و پایین میپره، طول اون 1 الی 2 سال. اسب میدوه، طول اون 25 الی 30 سال. حالا لاک پشت بی تحرک، طول اون بیش از 100 سال. نتیجه اخلاقی، ورزش نکنید، سالم بمانید. اما انصافا حس صبح زود بیدار شدن توی تابستون نیستش، همونطور که توی زمستون و بهار و پاییز هم نیستش. مشکلات ما تنها به صدای جاربرق در صبح زود ختم نمی شود، بلکه گنجشکان هم نیست مانع لذت ما از خواب مثلا صبح می شن. من بخشی از مکالمات آنان را ترجمه کردم. اولی، برنامه چیه؟ دومی، بیب کردن به ماشین مردم. اولی، ایول منم میام. البته منم برای خودم برنامه هایی داشتم. این 1، بیدارشم. 2، بخورم. 3، بخوابم. البته فوق برنامه هایی هم داشتم. 1، زنگ زدم به شماره 118 و گرفتن شماره و پرسیدن شماره 110. نتیجه، گرفتن شماره تیمارستان فارابی. بگذارید در پرانتز به شما بگویم، مردم اعصاب ندارن. 1، ریختن نمک در چای اعضای خانواده، نتیجه به علت خشونت زیاد در این بخش از خانواده معذوریم. 2، ریختن تخم مرغ خام در قوطی خالی رانی و تعارفان به دیگران، در این بخش هم از خوندن اون شرمندتونم. زنگ زدن به ملت و پرسیدن منزل آقای برداشتی؟ نه. خب غلط کردی که برداشتی. نتیجه؟ منزل آقای برداشتی؟ بله، بفرمایید. یعنی اگه تا فردا پولو نرزی حساب من، پلیس میارم دم درتون. ببخشید اشتباه برداشتم. راستی امسال تابستون انقدر گرم بود که نه تنها کولرم رو جواب نمیداد که هیچ سوالم میپرسید. حالا اینا به کنار. یه روز کولرم رو بالا پوشه و من نشستم و به شلوش شربت دادیم خورد. گفت بذارید خودم خونکشم میرم بالا. تو که رفتی اون بالا داری کار میکنی، ما رو خونک میکنی، چجور میخوای خونکشی؟ مشاهده تلویزیونی هم از عمده سرگرمی های من تو تابستان بود، تا اینکه با این تیتر مواجه شدم. مژده کتاب های دوره متوسط وارد بازار شد. لطفاً جهت تهیه کتاب ها و لوازم تعریف سریعا اقدام کنید. ستات زهر مار سازی تعطیلات تابستان. همونجا بود که گفتم زندگی واشتم میخوام پیاده شم. گفت پیاده شو. گفتم مگه میشه؟ گفت آره پیاده شو، کار دارم. گفتم غلط کردم آقا، برو. بعضی هم در تابستان به کسب علم و دانش میپرداختن، اما من از اون دست مستثنا نبودم. و یکی از سوالاتی که ذهن من رو مشغول کرده بود این بودش که آیا آقای نمکی وزیر بهداشت شبها تو خونهش دندوناشو مسواک میزنه؟ آیا مسواک او چه رنگیه؟ و فرا میرسد آن روز که تابستان تمام میشود و مدارس و دانشگاه ها آغاز میشود. و وای و عده میگویند ما رو به یک تیر برگردان تا کمی بخوابیم، اما دیگر دیر شده است. و وای بر آنان که میگویند کوتا مهر.